خبرها و عکس‌های زیادی لحظه به لحظه از محل حادثه مخابره می‌شد. یک عکس در بین عکس‌ها ویژگی خاصی داشت. در میان رگبار گلوله ماموران در حال نجات کودکی خردسال هستند. همه ی دنیا عکس عماد 2.5 ساله را دیدند. کودکی که از وسط معرکه حمله تروریست‌های داعش به مجلس جان سالم به در برد. عکس نجاتش توسط نیروهای امنیتی هم جهانی و بسیار معروف شد. عماد اهل تهران نیست، اما آن روز عماد و مادرش در پایتخت چه می‌خواستند؟ رفتیم به منزل یکی از اقوام عماد در تهران. من زهرا خراسانی هم، مامان عماد. عماد بیماری MPS داره، MPS 9-2، آنزیم کبد ندارن این بچه ها، فقط با پیوند زنده میمونن. بعد یه سری کاراش رو توی بیمارستان انجام دادم، فعلانه اولیش رو که اومدم کاراش انجام دادم، به پول زیاد نیاز داشت که به بنبست خوردن، رفتم کمک بگیرم. گفته بودن که هر وقت نامتو نگه دیدیم به مشکل برخورد به من یه زنگ بزنیم، من پیگیر کارتون باشم. من بهشون زنگ زدم گفتم کار اینجوری، گفت فردا صبح بلند شیم بیایم مجلس. شنبه بود من زنگ زدم بهش، بعد گفت فردا بیایم مجلس. گفتم باشه. پس من صبح که بلند شدم بچه‌م حاضر کردم، رفتم به سمت مجلس. رفتم رسیدم ساعت 9:00 بود، من وارد شدم، شهید تیموری برگر برام مر کرد، من رد شدم. ساعت 10:15، مادر عماد ناگهان صدای رگبار گلوله را میشنود. سالون اصلی که وارد شدم دیدم مردم همه دارن میدوام فرار میکنن سمت سالون، دارن میان سمت من، یکی داره جیغ میزنه خانم بچه تو بغل کن برو کت نجات بده، دارن تیراندازی میکنن. من یه بچه دیدم به سمت پله ها فرار کردم، اومدم سمت بالا طبقه اول، آبرم هم سریع اومد سمت من و عماد از بغلم گرفت و دیگه وارد رفتیم سمت دفتر آقای بهرامی. وارد دفتر شدیم، در دفتر رو قفل کرد، یکی از همکاراش آقای حسینی هم بود. بعد با آقای حسینی گفت که تنورش اینه که اینا تا به ما برسن ما از پنجره بریم پایین. آقای بهرامی اول خودشون پریدن، بعد آقای حسینی پریدن، بعد عماد ازم گرفتن که عمادو پرت کن پایین. من عماد پرت کردم بغلشون، عمادو گرفتن، بعد من گفت که شما هم خودتون رو پرت کنین بپرین، هر جوری از آویزون میشین هر جوری از پر. من دیگه خودم آویزون کردم به طریق پرت شدن، چادر داشتم، چادرم دو طرف گرفتن که من به پایین نیام دست پام بشکنه. دیگه از هر لحظه ای که اشدم خونده بودم دیگه، فقط صلوات میفرستادم، ذکر میگفتم، رفتم دیگه، رفتم اونجا از پلنگ رفتم از پنجرم که پیدا همون زیر نشستیم، صداشون داد میزنن، جیغ میزنن، صدای مردم هم بود، صدا خوشم گفت، میگفتن که کارمندا رو بکشین، درا رو بشکنین، کارمندا رو بکشین بزنین، لحجه داشتن. ساعت 10:20 بود تا ساعت 1:30 تا 2، تو این فاصله دقیق ساعت نمیتونم بگم. راستی ماجرای آن عکس معروف چه بود؟ چرا عماد را از پنجره‌های بیرونی ساختمان منتقل می‌کردند؟ ما به سر سمت خیابون دیده می‌شدیم. می‌تونید ما ببینید، اونا منو دوستان مازیاد ببینن. درست. اگه بلند می‌شدیم مثلا اون لحظه که عکس گرفتم ما رو دیدن، ما اون زیر قائم شده دیدی نداشتیم. یکی از برادران ناجا لباسش رو در آورد، همون دگوله رو در آورد، گفت خواهر چادرت در بیار، با این بپوش برو بالا. بعد گفت که داد زد به برادر ناجا، گفت برادر هوا ما رو داشته، خانم می‌خواد بره. اول عماد که با دست فرستادن شلوغ کرده بودن، بعد دوباره چند دقیقه سر کرد آرام شد، دوباره آروم صدا کردن برادر ناجا خواهر میخواد بره بالا همکاری کنین، که از پای مغازه بودن دیگه، مغازه بودن دیگه. من رفتم اون لحظه که از نردبان میری بالا تا هر آن ممکنه بزنن دیگه. لحظاتی که همسرم برام تعریف میکرد لحظات خیلی وحشتناکی بود. عماد کوچک ما هنوز مشکل کبدیش را دارد. بنیاد بیماری های نادر ایران هم مسئولیت تست ژنتیک عماد را و دارو و مراقبت های بعد از عمل رو به عهده گرفته که تمام هزینه های عماد اسماعیل نژاد، این کودک 2 ساله‌ای که از دست داعشیان نجات پیدا کرد رو بنیاد پذیرفت که هزینه هاش رو بپردازه.